واشنگتن این هفته با رسیدگی به دو مسئله مهم روبروست بسته کمک اقتصادی یک تریلیون و 900 میلیارد دلاری که پرزیدنت بایدن پیشنهاد کرده و استیضاح دانلد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا برگردان گزارش میشل کوین پایتخت آمریکا این هفته بار دیگر در مرکز توجه قرار دارد چرا که قانونگذاران باید درباره بسته محرک اقتصادی مرتبط با همگیری کووید و استیزاه رئیس جمهوری پیشین آمریکا بحث کنند بسیاری از جمهوری استدلال می کنند طرح بسته کمکی بیش از حد بزرگ است و به حد کافی مسئله اصلی را که به دلیل همگیری کووید ایجاد شده هدف قرار نداده است دموکرات ها می با توجه به بحران اقتصادی این بسته باید سریعا تصویب شود دادگاه استیزاه دونالد ترامپ بر اساس ماده استیزاه مبنی بر اینکه گفته ها و اقدامات او در شش ژانویه محرک حمله به کنگره شد برگزار می اتهامی که او رد کرده. جمهوری این محاکمه را خلاف قانون اساسی و یک پیام و تلاش جناهی بیمعنا خواندند. اتهام استیزاه در ماده استیزاه این است که او به تنهایی شورش برای حمله به پایتخت را تحریک کرده چون این چیزی در محاکمه قابل اثبات نیست برای محکومیت رئیس جمهوری پیشین به دو سوم آرانیاز نیاز است با تقسیم برابر کرسی های سنا میان پنجاه جمهوری خواه و پنجاه دموکرات پیوستن هفته جمهوری خواه به دموکرات ها لازم است امریکه بعید به نظر می نسد.